باز هم به برنامه مناظره کابل به گونه زنده بیننده عزیز خوش آمدین. سوال اصلی برنامه ما است که آیا شما طرفدار حضور دو نماینده سازمان ملل متحد در کمیسیون شکایات انتخاباتی هستید یا خیر؟ اگر شما موافق هستین به مینوی مسیج موبایلتون برین ای بنویسین و به شماره 729 بفرستین. اگر موافق نیستین بی بنویسین و به همان شماره بفرستین و اگر هیچ نظر ندارین میشه سی بنویسین و به همان شماره بفرستین. همچنان شما میتونین که نظریاتتون همین لحظه از طریق موبایل بنویسین و در صفحه فیسبوک هم میتونین بنویسین. در جریان برنامه به گونه زنده نشر خواهد شد نظریات شما. به صفحه پیام تلفنتان برین اگر بخواین نظرتان رو بنویسین، KDL نوشته بکنین، بعدن فاصله بتین و پیامتان رو نوشته بکنین، نام و محل سکونتتان رو بنویسین و به شماره 729 بفرستین. شما از طریق تلفن های افغان بی سیم، افغان تلکام، اتصالات و MTN میتونین رای بتین. به بحث خود دوباره برمیگردیم. آقای معنوی، شما پیشتر از مشکلات مهمتر از حضور دو نماینده صحبت کردین. میشه بگین که مهمترین مشکل در برابر انتخابات 1393 چی هست از دید شما؟ مشکلات بسیار زیاد است. عمدترینش امنیت، باز هم امنیت، باز هم امنیت که نباشه هر گونه تدابیری که ما بگیریم ناقص است، غیر عملی است، دوباره انتخابات به چالش کشیده میشه، کنترل بالا انتخابات صورت نمیداشته باشه، که امنیت نباشه. دو، شما میدانید که هنوز ما احصای نفوذ دقیق نداریم، با تخمین عمل میکنیم، با تخمین عمل کردن تیر به تاریکی رها کردن است. سه، ما لستی از رای دهنده نداریم، کارت میری توزیع شده نداریم، رای دهنده خود شناسایی نکردیم، رای دهنده به مرکز رای دهی وصل نیست. ای از اون ترین چالش هایی است که سر راه ماست. چالش هایی که مسئله پولی است، بسیار امیدوار هستیم که ایر از طریق دونرها و جامعه بین المللی به دست بریم. موضوع اکمالات هست، ما باور داریم که امکانات مالی داشته باشیم، این کار انجام میدیم. مثلا سردی هواست، سایر مشکلات حلش در عهده کمیسیون مستقل انتخابات است. اما این چالش های بزرگی که سر راه انتخابات است هنوز پا بر جاست، هنوز به حل ازی تصمیمی گرفته نشده. پس هیچ تصمیمی گرفته نشده؟ اقدامات شده. شما شاهد هستید. چرا تصمیم گرفته نشده؟ این تصمیم در عهده تنها کمیسیون نیست که به تنهایی خود بگیره. بحث امنیت شما میفهمید که باید حکومت افغانستان، نهادهای امنیتی ملی ما و بین المللی که هنوز حضور دارن تعهداتی هست، اما ای که آیا میتونن در روز زمان تمام مراکز انتخاباتی را که ما نیاز داریم باز شوه امنیتش تامین میدونن؟ یعنی شما وقت میگین تصمیمی گرفته نشده، یعنی ارادهش وجود نداره؟ نه، شاید اراده باشه اما تصمیمی گرفته نشده. اما تصمیمی به عملی شدن از این قضیه هنوز وجود ما داره. وقت بسیار کم داریم تا انتخابات ریاست جمهوری 1393، درست؟ اگر مقایسه بکنیم به سالهای قبل که آمادگی ها از پیش گرفته میشد، زمانی که شما میگین هنوز هم تصمیم گرفته نشده، شما آیا با رئیس جمهور این مسئله را بار مطرح کردین؟ دیدگاه شخص رئیس جمهور چی است؟ جدا بحث امنیت هم مطرح ساختیم، بحث لستی از رای دهنده و تهیه لستی از رای دهنده ها را مطرح ساختیم. ما بحث های مختلفی در شورای امنیت ملی افغانستان داشتیم، در کابینه افغانستان داشتیم، با شخص رئیس جمهور داشتیم، با جامعه بین المللی داشتیم، با ملل متحد داشتیم. خوشبختانه که یک تیم تازه، یک تیم نیازسنج دمی هفته جاری است نیویورک آمده تا اینکه نیازمندی ها را ببینند. بعد مشترکاً با جامعه ملل متحد ما در این مورد بحث بکنیم که به حل از چه اقداماتی برداشته شود. ولی برعکس شما که فکر میکنید انتخابات گذشته بسیار وقت آمادگی ها گرفته میشون، نه خیر، ما با تجربه و درس هایی که از انتخابات گذشته آموختیم ما بسیار وقت‌تر بحث آغاز کردیم و ما میخواهیم که این چالش ها از سر را برداشته شود. اما با مبارزه در برابر این چالش ها کمیسیون مستقل انتخابات به تنهایی خود ناکام است، بسیار واضح باشه، مگر اینکه دولت افغانستان من حیث جمع نهادهای دولتی و غیر دولتی، احزاب سیاسی، اپوزیسیون، جامعه مدنی، جامعه بین المللی، همه و همه در راستای برگزاری انتخابات و یک انتخابات عمومی و سرتاسری، انتخابات شفاف و سالم و عادلانه تلاش نکنن و جمع مردم خود سهیم نسازد در بحث انتخابات، این انتخابات به تنهایی که کمیسیون انتخابات در زمانی که باقی مانده، در زمانی که باقی مانده تقریبا 1.5 سال
تا بهار 1393 شما میتونین کارت رای دهی مجدد یا فهرست رای دهندگان تهیه بکنین؟ ما به شما گفتم که این کار ما به تنهایی ما نمیتونیم، به این معنی که امنیت مراکز و محلات ثبت نام رای دهنده را حکومت تامین نکنم ما رفته به مساحه نمیدن. بحث امنیت آقای معنوی جدا، اما اراده برای توزیع کارت مجدد رای دهی وجود دارد؟ جدا ما پلانش را ساختیم، ما لحاظ تخنیکی آماده هستیم، ما لحاظ تخنیکی هیچ مشکلی وجود نداره. مشکل اساسیش امنیت، اراده سیاسی از طرف دولت افغانستان و سیومش هم هزینهش که از طرف جامعه بین‌المللی به پرداخته شود. ولی در جریان باشه که هنوز از این پروسه حمایت سیاسی وجود نداره، هنوز در مورد امنیتش ما نگران هستیم، هنوز جامعه بین المللی خاصتاً دونرای کلان آماده نشدیم که هزینه زیر بپردازن. جانب ملل متحد با ما موافق هستن، ما دیدگاه خود با جانب ملل متحد شریک ساختیم، اما هنوز قناعت دونرهای کلان مثل اتحادیه اروپا، مثل آمریکا هنوز فراهم ساختن. شما وقتی میگین حمایت سیاسی وجود نداره، از جانب کی وجود نداره؟ در مجموع دولت. دولت افغانستان حمایت سیاسی از این پروسه نمیکنه. از پروسه ثبت نام رای دهنده با همین پلانی که ما وضع کردیم هنوز حمایت سیاسی نداره. پس ثبت نام اتفاق نخواهد افتاد دیگه. ما تلاش میکنیم، اگر اتفاق نیفتاد باید یک مرجع مسئولیت بگیره که بدون ثبت نام رای دهنده چگونه شفافیت تضمین میشه. در اون صورت که بسون مستقل انتخابات یا اگر ما در این پروسه باشم تضمین نمیکنم. زمانی که شما تضمین نتونین شفافیت یک پروسه را، حاضر هستین که رهبری پروسه را به دوش بگیرین؟ دیدگاه خود واضح بیان میکنم که این مشکل و این مشکل باعث چی مشکلات دیگه میشه، عواملش چیز. هیچ یکی از تعهدات ما ایست که هیچ چیزی در کمیسیون مستقل انتخابات سری مخفی باقی نخواهد ماند. در تمام موضوعات مردم افغانستانه که خب بیتانه که آسانتر جامعه مدنی، احزاب سیاسی، اپوزیسیون، دولت، جامعه مدنی همه را شریک میسازیم تا بفهمند که مشکل در کجا بود، کمکاری را کی کردن، نارسایی از طرف کی بود. اگر موفقیت هم شد معلوم شود که کیها سهیم بودن، اگر خدا نخواست ناموفقیت پیش آمد معلوم شود که کارشکنی از طرف کی بودن، چرا این مشکل پیش آمد. دیگه همه این مسئولیت فعلا کارشکنی از جانب کیست؟ فعلا کارشکنی مشخصا از جانب کیست آقای؟ در مجموع حداقل به پروسه ثبت نام رای دهنده و شما گفتم این از طرف دونرها ما تانستیم حمایت بدش بیاریم، من از طرف دلیلی که حمایت سیاسی نمیکنن چی است؟ شما بحث داشتین، شما لطفا مرا دوباره راجع نسازین به خود از اونا که از اونا بپرسم. شما بحث داشتین با شخص رئیس جمهور، با جامعه جهانی، دلیلشون چی بود؟ چرا حمایت سیاسی نمیکنن آقای معنوی؟ یکی از دلایل عمده است که قیمت بالاست و افغانستان پولای زیادی دیده یاستا مصرف کرده، چرا نتیجه خوب نگرفته. در جریان باشه که برای ثبت نام رای دهنده ها در گذشته ها در 4 دوره که مصرف صورت گرفته $500 میلیارد بوده. در حدود نیم میلیارد؟ نه، در مجموع. در مجموع $500 میلیون برای ووت راجستریشن مصرف شده، غیر میاری، غیر دقیق، ناکار آمد و ما هر بار دیگه به انتخابات بریم و امو کاری را بکنیم که در گذشته صورت گرفته باید هزینه های کلان را بپردازیم، مگر اینکه یک کار دوامدار شد. دولت افغانستان دید اولشی بود که ما اگر هر باری پول بپردازیم هزینه بالا افغانستان گران تمام میشه، بهتر است که تذکره توزیع شود. پروژه تذکره مطرح شد، شما در جریان هستید که بسیار گرم شد، داغ شد. ما هم حمایت خود نشان دادیم، جامعه بین‌المللی هم علاقه گرفت، اما کمیسیون انتخابات شرطشی بود که یک مرجع باید تضمین کنه که در 2014 که با انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی داریم، در 2015 که انتخابات اولسی جرگه و شورای ولسوالی را داریم، باید این تذکره با ما به درد بخوره. اما هیچ مرجع این تضمین را به ما نداد که واقعا برامو وقت ما میتونیم. امروز وزیر داخل افغانستان گفت که مای دل و پروسه توزیع تذکره الکترونیک آغاز میشه و تا سه سال آینده تقریبا 80% نفوس افغانستان تذکره الکترونیک خواهد داشتن. بسیار خوب است، اما ما در 2014 انتخابات داریم و ما واجد این شرایط خدا باید زیر از پوشش از پروژه قرار داده بتانیم. با ما این موضوع مهم است. برحال ما پیشنهاد مایی بود که در پروژه تذکره مرکز رایدهی مشخص شود. متاسفانه که با فیصله کابینه این موضوع هم حذف شده. وقتی که مرکز رایدهی در پروژه تذکره مطرح نباشه
او به دیگر به درد کمیسیون انتخاب چرا ببنید. چرا کابینه افغانستان تصمیم میگیره که مرکز رایدهی مشخص نشه در این چرا را دیگه باز تصمیم او گرفتین و به مشوره ما دلیلشون چی بود برای شما با ما دلیل نگفتین و ضرورت هم ندارم پروژه تذکره پروژه ما نیست پروژه مربوط وزارت داخلی افغانستان و مربوط وزارت مخابرات خب شما گفتین دلیل اول بحث اقتصادی است و ای که تقریبا $500 میلیون در انتخابات های گذشته مصرف شده دلایل دیگرش چی است دلیل دیگری عدم حمایت سیاسی شاید دیدگاه سیاسی دیگه هم وجود داشته باشه ما دلیلی را که با ما گفتیم مثلا پروژه اولی که ما دیزاین کرده بودیم $80 میلیون ضرورت داشتیم که چیز معیاری با یک تکنیک و تکنولوژی بالا کار صورت بگیره و این دوامدار اپدیت شود دیگه ضرورت به این نباشه که هر باری که ما انتخابات می‌داشته باشیم و ثبت نام بکنیم دوامدار کمیسیون آماده باشه و این پروژه دوامدار شود به هر حال گفتن هزینه بالاست ما پروژه ارزان‌تری را دیزاین کردیم که حالا این را با جامعه بین المللی شریک ساختیم هم با حکومت افغانستان انتظار داریم حمایت بکنن هرگاه حمایت به دست آورده نتونستیم ما هم از جامعه بین المللی و هم از حکومت افغانستان مطالبه میکنیم که یک الترناتیو بدیل باید ارائه بکنه که چی کاری بکنیم با کارتای سابقه که به می حالتش که باقی است ما رفتن به طرف انتخابات را بسیار به مصلحت نمیدانیم البته کابینه افغانستان یک بار فیصله هم کرده که کمیسیون انتخابات باید یک تصفیه را به وجود بیاره بالای کارتها تصفیه که ما با وجود بیاریم از کارتای سابق هم به نحو استفاده کنیم او درجه می پروژه جدید ماست که ما این را به جانب جامعه بین المللی هم شریک ساختیم قابل تصفیه هست کارتا جریان باشه کارتا قابل تصفیه هست از نظر شما هست با همین هزینه و با همین پروژه که تشکر ما تشکر آقای معنوی آقای اسم با توجه به تصویری که آقای معنوی از انتخابات و از دورنمای انتخابات 1393 ارائه کردن شما چگونه ببینین آینده انتخابات ها؟ با این ارتباط تشویش ها و نگرانی ها یقیناً به صورت جدی وجود داره ما انتظار داشتیم که دولت مثل که معنوی صاحب گفتن در مجموع کمیسیون انتخابات به صورت خاص و حکومت و مردم افغانستان احزاب و ائتلاف ها اطمینان بدن و معایدات جامعه بین المللی را هم در این مسائل باید با خودشان داشته باشند ولی متاسفانه ما این جواب نشنیدیم البته بیش از 20 حزب و ائتلاف که در قالب شورای همکاری جمع هستند ما یک دو هفته قبل 7 مورد عمده مشکلات که در فرارای انتخابات شفاف و عادلانه در 2014 یا 1393 وجود داره این را مورد بحث قرار دادیم در شورا و تصمیم به این گرفتیم که پیشنهاد شود خدمت ریاست جمهوری افغانستان سران احزاب برای پیدا کردن یک جواب قانع کننده تفاهم را در میان بندازن با ریاست جمهوری افغانستان که قبل از اینکه ما پیشنهاد خود روان کنیم به ریاست جمهوری به هر صورت اونا پیش قدم شدن تماس گرفتن چند روز قبل با تمام احزاب سیاسی و ائتلاف ها یک مجموعه کلان امروز با ریاست جمهوری افغانستان صحبت داشتن همین موارد افتگانه با اونا در میان گذاشته شده و مثلا بحث عدم ترتیب لیست رای دهندگان که پروژه کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد کرد و حکومت چرا حمایت نکرده و دلیل داری چی وجود داره از جانب دیگه بجای از اینکه پروژه لیست رای دهندگان پذیرفته میشد حکومت با تلف کردن 11 سال وقت چرا آمده بدیل لیست رای دهندگان پیشنهاد کرده تذکره برقی را در زمان در حالی که کار حکومت است کار یک دولت است باید از روز اول کارش او را در سرلوحه کاری خود باید قرار بده با کار خود بپردازد از جانب دیگه بحث قوانین انتخاباتی و تصویبش
حکومت همیشه متاسفانه از روزی که پارلمان بحث روی دست گرفته به جای از اینکه موقف مثبت داشته باشه موقف منفی داره، کارشکنی میکنه برای تصویب بر دو قانون. اگر ما یقینا قوانین جدیدی برای انتخابات هم در عرصه تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات و هم در رابطه با قانون انتخاباتی هر دو قانون را مطابق معیارهای جدید که انتخابات شفاف را تضمین کرده میتونه مساوی پارلمان را نداشته باشیم و انتخابات آینده به اساس از صورت نگیره، طبعا سرنوشت انتخابات در سال 1393 هم به اصطلاح خب مواجه میشه با اون سرنوشت در چیز. در برابر این پیشنهاداتی که امروز احزاب سیاسی و ائتلافهای سیاسی در کاخ ریاست جمهوری به شخص رئیس جمهور دادن، واکنش آقای رئیس جمهور چی بود؟ به صورت کلی روی محورها بحث عمومی هم داشتن و با روی جزئیات هم بحث در اونجا صورت گرفته. ریاست جمهوری بخشش هم محول کرده به جواب احزاب، پیشنهاد کردن که شما میتونین بس از موارد مثل لیست رای دهندگان و سایر موارد دیگه رو با کمیسیون مستقل انتخابات هم میشه تفاهم داشته باشین. در بحث قوانین و تصویب قوانین میشه که نظریات خود احزاب ارائه کنه به وزارت عدلیه، طبعا با پارلمان شما میتونین کار خود پیش ببرین. اینا در رابطه با تامین امنیت، در رابطه با فراهم کردن بودجه و در رابطه با سایر موارد هم وعده های را اجمالاً ریاست جمهوری افغانستان داده. ولی به هر صورت بازم شک و گمان وجود داره، به خاطر از اینکه برداشت احزاب سیاسی و ائتلاف ها اکثر این است که حکومت کوشش کرده با از دست دادن فرصت و چانس بیشتری در ظرف چند سال گذشته که نپرداخت به این مسائل، امروز در نتیجه فشارها که بازم یک قسم برخورد جانبی میکنه با این قضایا از برداشت امروز شما هم یعنی یک قسم وقت تلفی به نظر ما از برخورد رئیس جمهور برداشت ائتلاف ملی هم است وقت تلفی میکنن یا هنوز هم اراده سیاسی وجود نداره؟ حال باید صحبت امروز نتیجه شب چند روز انتظار بکشیم که نتیجه چی گونه است. به همین ترتیب ما امروز با هیئت با صلاحیتی که از طریق ملل متحد آمده بودن صحبت تفصیلی با اونام داشتم از نیویورک که پیشتر معنوی صاحب اشاره داشتن. رهبری ائتلاف برای رفع موانع و مشکلات مطروحه فرارای برگزاری انتخابات 1393، ما نقطه نظرات را و رای حل ها را و برداشتن مشکلات ها را با تفصیل با اونام در میان گذاشتیم. شما خوشبین هستین برگزار شدن یک انتخابات نسبتا شفاف و بهتر نسبت به انتخابات های گذشته؟ یعنی اگر بسا از کارشکنی هایی که احیانا از جانب حکومت مطرح شده و در آینده ای فروگذاشت نشود بازم مطرح شود، کمکاری هایی که وجود داره و بالاخره توجیه بر غلطی که در تصمیم گیری جامعه بین المللی از طریق پیشنهادات حکومت به وجود آمده اونا تصحیح نشوه، جامعه بین المللی بالاخره تشویق نشوند به سمت موقف گیری مثبت به نفع مردم افغانستان و به نفع انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان، فکر میکنیم که مشکلات عدیده را شاید فرارا خواد داشت. ولی اگر به این موارد رسیدگی شود تا جایی و ما باید تلاش خود و فشار خود شب و روز باید ادامه بدیم. مردم افغانستان احزاب سیاسی مدنی جمعن بر. خانم مبارز، تشویش شما یا نگرانی اصلی شما در مورد انتخابات 1393 چی است؟ به نظر ما بیشتر گفتم که باید که امی روند کاری بتی نشوه، وقت از دست نره. بسیار بیشتر معنوی صاحب گفتن واقعا امسال این بار به یک وقت خوب، یعنی تقریبا 15 ماه بیشتر اگه اشتباه نکنم بسیار کارا به جریان افتاد، در حالی که بعضی کارهایی که آل 15 ماه بیشتر شروع شده، یعنی تصمیم گرفته شده شروع شده، او دفعه 3 ماه پیشتر به این مرحله رسیده بودن. یعنی واقعا کار صورت گرفته، اما این باید بطی نشه. این یک موضوع بسیار مهم است. بیشتر مسئله چالش امنیتی را جناب منوی صاحب گفتن، این مسئله مربوط میشه به نیروهای امنیتی داخلی و بین المللی. ما یک مؤسسه امنیتی نیستیم، بلکه یک ماموریت سیاسی هستیم و کمک کننده هستیم. در جمع نظر خود نظر خاص که آیا چطور میشه گفته نمیتونیم، اما طبعا ما همگی ما میفهمیم که مسئله مهم
مهم است. بازم خوشبینی های وجود داره که انشالله به خوبی پیش بره. آقای معنوی از عدم حمایت سیاسی حتی جامعه جهانی از این پروسه صحبت کردن. جامعه جهانی، شما نمایندگی میکنید از جامعه جهانی و ملل متحد در افغانستان، چرا از این پروسه هنوز به این نتیجه نرسیده که حمایت سیاسی بکنن؟ ما اینجا به نمایندگی از ملل متحد تنها صحبت میکنم، یعنی یوناما. تا جایی که به ما رابطه میگیره، ما با همکاری بسیار نزدیک با کمیسیون محترم مستقل انتخابات افغانستان کارا را به پیش میبریم. قسمه که بیشتر معنوی صاحب گفتن، گروه نظرسنج ما آمدن و کار خود شروع کردن تا برای ما امی نظر بتن که چطور ما میتونیم که انتخابات افغانستان حمایت بکنیم و کمک بکنیم. تمامی کارها در جریان است و مطالعات جریان داره. ما با جامعه مدنی بین‌المللی، با جامعه مدنی افغانستان، با احزاب سیاسی، با دولت، با تمام انمی گروه هایی که دخیل میتونن باشن در انتخابات در مشوره بسیار مسترده هستیم. این چیزهای بسیار خوب مثبت است که دوام داره، ولی قسمه که بیشتر معنوی صاحب گفتن وقت باید از دست نره. مسائل اساسی آقای معنوی چند بار تأکید کردن که هنوز متاسفانه از طرف جامعه جهانی هم حمایت سیاسی از این پروسه، مثلا توزیع کارت‌های رای‌دهی یا فراهم کردن فهرست رای‌دهنده‌ها، اینا وجود نداره. چه دو مسئله است؟ دلیل چیست که جامعه جهانی حمایت نمی‌کنه؟ خانم ما فکر می‌کنیم که تعهد جامعه بین‌المللی بر اساس کنفرانس توکیو وجود داره، تا تمام این مسائل باید کار شوه و بالاخره به یک نتیجه برسه. کلیگی که ما در اون مرحله قرار داریم و ما باز میگم که ما به نمایندگی از کشورهای دونر در اینجا نیستم، صرف ما میتونم و صلاحیت دارم که از طرف یوناما برای شما بگویم و ما به می تعهد جامعه بین المللی. شما با کشورهای دونر در تماس هستین و تلاش میکنین که حمایت از اونها رو جلب کنین؟ بله. چرا اونها حمایت نمیکنن؟ ما خوشبین هستیم که ان شاءالله این مشکل حل خواهد شد. ما یک چیز دیگه که ما میخوایم با اجازه معنوی صاحب یادآوری بکنم، یک وقت خودم عضو کمیسیون مستقل انتخابات بودم. انتخابات یکی مسئله سیاسی است، یکی مسئله خود انتخابات یک موضوع بسیار تکنیکی است. تمام مراحل باید است که مثل یک ماشین واره پش به پش شو، اگر نه یک مشکل خلق میشه. اینی مسئله مهم است. ما میخواییم که جلب توجه همه گیر به این نکته دوباره بیاریم که یا وجودم داره خوشبختانه که نمی تحرکه که ما از شروع میبینیم و یعنی کوبیش دهی بسیار چندین بار یعنی استقبال کردن و گفتن ایست که یک تحرک وجود داره. این تحرک باید که به اصطلاح بتی نشه، دوام کنه و مشکلات تمامش یک به یک باید حل شود. ما به این کار راستا فعال استیم. تشکر خانم مبارز. آقای نادری، با توجه به آنچه که توضیح داده شد بخصوص از طرف آقای معنوی در این بحث، شما چگونه میبینین آینده انتخابات افغانستان؟ تشکر. آنچه جناب آقای معنوی در ارتباط با چالش ها ذکر کردن، سه چالش هم داره با وجودی که از چالش های اصلی هستن. یک چالش بزرگتر دیگه ایره که میتونه ولو با حل مسئله امنیت با مسئله ایسای و لست او را نمیشه فروگذاشت کرد و چشم پوشی کرد، از او مشکل بحران عدم اعتماد سر کمیسیون مستقل انتخابات هست. مردم افغانستان مخصوصا دو انتخابات گذشته یک سلسله درسایی را گرفتن و تجربه هایی را به مشاهده گرفتن که اونا از میزان اعتبار و اعتمادشان نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات کاسته. اینال اعتماد سازی به خودی نهاد که محور اصلی انگیزش دادن برای مردم است که دوباره بیاین به انتخابات و به صندوق‌های رای، یکی از چالش‌های بسیار عمده است. یک بخش از این ارتباط میگیره به چگونگی انتصاب اعضای کمیسیون است، کمیشنرهای کمیسیون. شما چرا فکر میکنید که مردم اعتماد لازم بالای کمیسیون انتخابات ندارن؟ ارزیابی های متفاوت و مختلفه که صورت گرفته. یکی از دلایلش مسئله انتصاب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات است. شیوه انتصاب که با شفافیت و یا از طریق مشورت یا میکانیزم های مشورتی که باید اونا انتصاب شوند، تنها از طرف رئیس جمهور انتصاب میشن. پس به او دلیل احزاب سیاسی بارها گفتن اعلامیه مشترک اصول پیشنهادی برای اصلاحات که از طرف یک جمع بزرگی از نهادهای مدنی و احزاب سیاسی
که بیشتر از 40 نهاد و حزب با هم دیگه جا شدن. دلیل عدم اعتماد بالای کمیسیون است که یا انتصابی هستن از طرف رئیس جمهور؟ یک بخشش ای است. بخش دومیش ای است که ناانجاری هایی را که از طرف دستن در کارای اعضای کمیسیون در جریان انتخابات با مشاهده صورت گرفت، او خود به خود کاهش اعتماد نقش داشت. حال یک بخش زیر جناب آقای معنوی با شفافیت را که داشته تلاش کرده که برای مردم تشریح بکنه، بخش دومش ارتباط مستقیم داره با تصویب قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات که چگونگی شیوه انتصاب اعضای کمیسیون تشریح میکنه، که اتفاقا اون بخش فکر میکنم از طرف مجلس سنا رد شد. یک بخشش بله. بحث دیگه ایره که در ارتباط به لست ویدنده هست، دو مشکل جدی داشته تا باله که نتونسته پیش بره. بخش اولش جناب آقای معنوی بهش اشاره کردن، تذکر دادن که نبود اراده سیاسی لازم به ای که یکی از اولیت ها و جهیت ها است و باید زود دماردش اقدام شود که در حکومت افغانستان تا هنوز وجود نداره. بخش دومش نبود یک پلان درست توضیح شده در مورد چگونگی پروسه جدید ثبت نام است که او را باید کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کند. آقای معنوی گفتن که ما ارائه کردیم پلان تا باله او بخشایش که تا حاله عام شده و مردم به موردش میفهمه یا ما به عنوان یک نهاد میفهمیم، مشکلات خاص خود داره که تا هنوز نمیتونه قناعت ما را فراهم بکنه که آنچه در دو انتخابات گذشته و یا در چهار مرتبه ثبت نام رای دهنده صورت گرفته دوباره صورت نگیره. ما مثلا سال 2009 و سال 2010 در هر دو مورد کمیسیون روی تاکید میکرد که میکانیزمای لازم ضمانتی را در ترکیب امو ساختار ثبت نام رای دهنده ها گنجانیدن که جلوگیری کنه از تکرار ثبت نام رای دهنده و لست تدوین بکنه که مرتبط باشه با مراکز رای دهی، اما هیچ کدامش در نهایت اتفاق نفتید. حالا کمیسیون مستقل انتخابات نیاز دارد در پالوی ازی که تمام پلانه با جزئیاتش به یک گفتمان بگذاره و مردم رویش بحث بکنن، این ضمانت ها را هم ده و بگنجانه که 150 میلیون دلار دوباره سر یک پروسه مصرف نشه که اونجا لست رای دهنده ها با مراکز ثبت نشده باشه، مراکز رای دهی تثبیت نشده باشه قبل از قبل، دوباره ما بریم به اون دور باطل را که 4 بار قبل 500 میلیون دلار سرش مصرف کردیم. زیاد طرفدار از این نیست، چنانچه که آقای معنوی گفتن که طرفدار از این نیست که مثلا مراکز رای دهی در تذکره ثبت شوه، درست؟ بله. راه اصلی حل معضل لست رای دهنده ها در تذکره الکترونیک، اما اگه اجازه آینده فقط 80% ثبت میشه. اگه اجازه بدین، آنچه بسیار ضروری است اراده سیاسی است، منابع است و یک مدیریت لازم. خب در مورد اراده سیاسی صحبت میکنیم آقای نادری، چرا شما هم فکر میکنین مانند آقای معنوی که اراده سیاسی وجود نداره؟ برای دلایل مختلف میتونه باشه. سیاستمدارا به خاطر که اهداف کوتاه مدت و یا دراز مدت دارن، خودشان میخواین تصمیم بگیرن که کدام نوع از این تاکتیک هایی را که به بازی شما هم این نبود اراده سیاسی را مشاهده کردین در دولت افغانستان؟ به صورت واضح آدم میتونه بگویه که اگه اراده سیاسی لازم باشه، یک مثال بسیار کوچک برای دمی ارتباط برتان میدم. در ظرف 3 سال گذشته بیشتر از 300 هزار دانش آموز و متعلم ما از مکاتب فارغ شدن و از دانشگاه فارغ شدن، از پوهنتون فارغ شدن. یکی از آمارا و مطالعاتی که صورت گرفته که تا هنوز به صورت استاندارد و متدولوژیک نیست، ولی او میگه 15% از این جوانا آموزش و توانایی استفاده از کامپیوتر دارند. اناله اگه یک مدیریت لازم باشه و اراده سیاسی لازم باشه و منابعش که میتونه تامین شود، میتونین از امی نیروی بالقوه ای را که بیکار هستن، در عین حال هزینه های استخدام از اینا بسیار پایین است، آموزششون بسیار ارزان تر است و علاقمندی و تعهد لازمه دارن، با تکنولوژی ای که فعلا وجود داره، تکنولوژی 3G وجود داره، از طریق یک مکانیزم غیر متمرکز
اما از طریق یک دیتابیس مرکزی به تمام نقاط افغانستان در یک پروسه فشرده ایره که با ایجاد انگیزش های غیر سیاسی مثل صحت، مثل ارائه خدمات بشر دوستانه، مثل رفتن به حج، با این انگیزش ها مردم جلب بکنیم که بیاین به این پروسه ثبت بکنن. تشکر. حالا این ممکن است، اما این نیاز داره که در کلیات خودی پلان به بحث گرفته شد، اراده سیاسی لازم ایجاد شد، تامین منابعش ما به عنوان یک نهاد مدنی دونر و تمویل کننده را مورد سوال قرار دادیم. اونا گفتن زمانی که ما 500 میلیون دلار عدد 4 مرتبه گذشته حاضر شدیم که بتیم، حالا میتونیم که این منابع را تامین بکنیم، او مشکل نیست، مشکل اصلی پلان است و او باید که هنوز وجود نداره گفتن پلان با تمام شرایط. آقای اصلا میخوام شما بپرسم که شما هم آیا با دیدگاه آقای نادری موافق هستین که نبود اعتماد بالای کمیسیون مستقل انتخابات خودش یکی از مشکلات و چالش های اصلی بر سر راه انتخابات آینده است؟ در قانون جدید، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت، میکانیزمی که یک کمیسیون غیر جانبدار به وجود آورده میتانه پیشنهاد شده از جانب ولسی جرگه و تصویب شده که به مشران رفت، در نتیجه مداخله ریاست محترم جمهوری او چلنج شده، علاوه از دو نفر عضو موقتی که از خارجی ها باید در کمیسیون شکایات باشند، این بحث هم مورد چلنج قرار گرفته. در واقع در حالی که ریاست محترم جمهوری در مرحله تصویب قوانین جایگاه و موقع بسیار مشخص خود دارن، ولی مداخله قبل از وقتشان معنای مداخله سیاسی را میده، نه مداخله حقوقی را، چون هر قانونی که مصوبه هر دو مجلس قرار میگیره و توشیح رئیس جمهور میره، ریاست محترم جمهوری در مرحله توشیح حق دارن که دلایل خود بگن، موردی که به ملاحظه شان برابر نبود، خلاف موارد میدیدن را پس مسترد کنن. در مورد اعتماد بالای کمیسیون مستقل انتخابات اگه صحبت، یعنی در این مرحله ریاست جمهوری مداخله کردن، این مورد هم چلنج کردن. یعنی یقینا پیشنهاداتی که از تصویبی که از جانب ولسی جرگه صورت گرفته بود و مورد تایید اکثریت احزاب و ائتلافهای سیاسی افغانستان است. اگر با او معیار او قانون تصویب شود، طبعا کمیسیونی که شکل میگیره بعدن به اساس قانون جدید که تصویب شوه، یک کمیسیون غیر جانبدار به وجود آورده میتونه که از اون ناحیه ما میتونیم اطمینان داشته باشیم. اگر به شکل موجوده باشه یقینا نگرانی جدی وجود داره. تشکر میسازم. بازم بریم به طرف هزار تالار و دیدگاه ها و سوال های از اینا رو میگیریم. دوست عزیز شما. ما بسم الله بهروز هستم، دانشجو. سوال ندارم، چون سوال ما کسی که اینجا باید می بود از حکومت، شما کسی را دعوت نکردین که به ما دعوت کردیم، اما با تاسف این دو عزیز نیامدن که می آمدن حاکمیت ملی را تعریف نکردن و منافع ملی را تعریف نکردن، چون این اصطلاحات وارداتی و مثل یک ابزار همیشه سوی حکومت در مقاطع خاص زمانی استعمال میشه به خاطر اهداف خاص سیاسی. و در رابطه با عدم حضور خارجی ها، ما باورمندی ما است که رئیس جمهور تیمش در 2014 که انتخابات دایر میشه، شخصی از همفکرانش شاید کاندید باشه و رئیس جمهور حراس شدی است که در انتخابات در گذشته همی دو عضو ملل متحد بود که انتخابات به دور دوم کشاند و 1 میلیون رای آقای کرزی رای تقلب اعلان کرد. حراس رئیس جمهور ازی است که گویا ارگاه ای دو عضو خارجی باشه، گویا انتخابات در 2014 به نفعش تمام نخواهد شد. و در رابطه با موضوع شایعات وجود داره که اشخاصی در رأس کمیسیون مستقل انتخابات قرار میگیرن که اونا به مشارکت سیاسی همه اقوام افغانستان باورمندی ندارن، دموکراسی باورمندی ندارن. تشکر. و با آزادی بیان. هرگاه این موضوع باشه، مردم افغانستان انتخاباتی خواهد داشتن که پر از چالش و تنش بود در انتخابات. هنوز در حد شایعه است. شما گفتین. تشکر. شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر محمد تلاش هستم، یک تن از متعلمین مکاتب شهر کابل. من سوال متوجه آقای منوی است که چرا با وجودی که امید دو دوره انتخابات، 4 دوره که دو دوره از پارلمانی بود، دو دوره هم از ریاست جمهوریه، با وجودی که از ولسوالی بامیان و ولسوالی کهمرد و سیغان امن بود، اما اوج رایدهی شده رای ها اصلا شمار نشد. و سوال دوم متوجه آقای اسم است که هایا از این درس های گذشته که شما میگین ما عبرت بگیریم، همین خاک در چشم مردم زدن است یا یک تغییرات وسیط در سطح انتخابات میارین؟ و یک سوال دیگه متوجه تشکر، فکر میکنم که باید دیگه دوستان هم فرصت بدیم. بفرمایید شما. بسم الله الرحمن الرحیم. من نسیم است. پرسش ما متوجه آقای منوی است.
و ها گفتن که حضور دو نماینده سازمان ملل در انتخابات خوشبین نیستن و چطور سازمان ملل از او حمایت کنن از انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات. و دوم سوال متوجه آقای نادری است که هدف اساسی کمیسیون گفت از فشار است، فکر کنم من تو فرمودن چه نوع فشار است و این فشار از طرف کی است؟ تشکر. به نام خداوند رحیم الله سیغانی هستم، عرض ادب دارم خدمت مهمانای عزیز و حاضرین مورد بحث و بیننده های عزیز تلویزیون یک مناظره کابل. سلام البته مربوط به مهنوی صاحب می شود که اونا البته مخالف سخت رئیس جمهور و مجلس سنا که البته از حضور دوستان از نمایندگان سازمان ملل متحد در کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری البته اونا پرسش کردن اگر آقای مهنوی کدام طرح مشخصی دارن چرا با اونا مطرح نمی سازن، اگر مطرح می سازن اونا مورد بحث نمی گیرن، خیلی مشکل در کجا هست؟ تشکر. باشم که یک سوال دیگه هم می گیریم. بفرمایید شما. مایک که در اختیارتون داده نمیتونم، بفرمایید شما. خلیل الله یوسفزای هستم. سوال ما متوجه خانم مبارز است. محترمه خانم مبارز، شما چند فیصد مطمئن هستین که سازمان ملل یک سازمان بی‌طرف است و تحت تاثیر ابرقدرت‌های دنیا نیست؟ و چند فیصد مطمئن هستین که این ابرقدرت‌های دنیا به اصطلاح در انتخابات افغانستان به اصطلاح نفوذ نداشته باشن؟ تشکر. شما بفرمایید. با عرض سلام به حاضرین تالار، سوال ما از آقای معنوی درباره امی دو عضو ملل متحد در کمیسیون شکایات دیگه است که آیا شما رول اونا را در شفاف بودن پروسه کاملا اندک میدانین، یا اگر به نظر شما اندک ترین رول دارن چرا با رول اونا موافق نیستین؟ سوال دوم در رابطه و پالیسی و میکانیزمی که به خاطر تدبیر انتخابات شما گفتین که پرهزینه بود، آیا گزینه های ارزان‌تر با دونرا شما پیشنهاد کردین؟ آیا اونا با گزینه‌های دیگه تان پاسخ دادن یا نه؟ تشکر. بیننده های عزیز، قبل از اینکه پاسخ داده شود به سوال ها ما ناگزیر هستیم یک وقفه بگیریم، چون همکارای تکنیکی میگن که کست ختم شده. پس از وقفه بار دیگر در خدمت شما هستیم. تشکر.